با نام و یاد خدای مهربان در خدمت شما هستیم با آموزش جدید وبسایت میهنلر. در این آموزش ما به آموزش میکروتیک خواهیم پرداخت و مطمئنا یکی از آموزش های مورد علاقه افراد حوزه آیتی و شبکه است و با توجه به اینکه درخواست های زیادی هم ما برای تولید این آموزش داشتیم، سعی میکنیم که هرچه سریعتر و با کیفیت بیشتر تمامی قسمت های این مجموعه رو خدمت شما تقدیم کنیم. خب اگه شما توی حوزه آیتی یا شبکه فعالیت داشته باشید، مطمئناً اسم میکروتیک رو، نام میکروتیک رو بارها شنیدید و میدونید که یکی از کمپانی ها و برند های معتبره که خیلی هم سریع پیشرفت کرده و همچنان در حال پیشرفته و توسط میکروتیک ما میتونیم خیلی راحت و قوی یک شبکه استیبل رو داشته باشیم و مخصوصا در بحث وایرلس میکروتیک خیلی قوی عمل کرده. خب در این قسمت اول ما به مقدمه میپردازیم و در این آموزش ما به مرور مباحث رسمی سرفصل‌های مدرک MTCNA میکروتیک خواهیم پرداخت. خب قبلا میکروتیک در وبسایت خودمون، وبسایت میهنلرن، خدمت شما معرفی شده که میتونید به وبسایت مراجعه کنید و توضیحات رو هر زمان که خواستید مطالعه کنید. اما به صورت کلی هم ما در این ویدیو یک مروری خواهیم داشت. میکروتیک در سال 1995 تأسیس شده در و شرکت میکروتیک هم در لاتویای روسیه توی قاره اروپا مستقره. میکروتیک هم در زمینه تولید نرم افزار و هم سخت افزار خاص خودش واقعا فعال بوده و درخشیده، چرا که کلیه محصولات میکروتیک به عنوان مثال در این تصویر شما یک روتربورد میکروتیک رو مشاهده میکنید که این روتربورد سیستم عامل قابل نصب روی این روتربورد روتر او اس خود میکروتیکه، یعنی روتر او اس ما میتونیم روی یک پی سی X86 هم نصب کنیم، ولی خب مسلما روی روتر بورد های خود میکروتیک خیلی بیشتر جواب میده، بیشتر قوی تره. و خب گفتیم که میکروتیک بس هم سخت افزار تولید میکنه هم نرم افزار توی بحث روترهاش. همچنین علاوه بر روتر بورد ها کور روتر هم داره که برای شبکه‌های خیلی قوی در حد انترپرایز از کور روتر ها استفاده میشه. و اگه بخوایم تاریخچه خود شرکت میکروتیک رو خدمت شما بگیم، برای اولین بار توی سال 1995 گفتیم که راه اندازی شد میکروتیک و در لاتویای روسیه و محصولاتی که داره در زمینه چه قطعات سخت افزاری خودش توی وایرلس و توی بحثای لن، همچنین روتر او اس میکروتیک برای پی سی ها توی سال 1997 اومد، یعنی از اون زمان استارت روتر او اس خورد که اون زمان روتر بورد وجود نداشت، کلن او اس میکروتیک روی پی سی ها نصب می شد ورژن 32 بیتیش، یعنی حتما با روی سیستم های 32 بیتی او اس میکروتیک ما نصب می شد. و روتر بورد هم در سال 2002 تولید شد که بعد از اون باعث شد که میکروتیک روی روتر بورد های خودش سیستم عامل خودش هم ارائه کنه، یعنی علاوه بر اینکه سیستم عاملش روی
پی سی ها نصب میشد روی روتربورد هم به خوبی مچ بود و خیلی هم قوی تر بود. توی روتر او اس الان چون ما در حال حاضر اینجا یک روتر میکروتیک در دسترس نداریم، بیشتر به صورت تصویری و از روی اشکال به شما توضیح خواهیم داد یا هم از وب اینترفیسش استفاده خواهیم کرد که آشنا بشیم با امکانات روتر او اس. کلیه مباحثش دیگه بیشتر روی توی MTCNA روی روتر او اس میکروتیکه. ما توی روتر او اس میتونیم بندوید خودمون رو، پهنه باند خودمون رو به خوبی مدیریت کنیم و به اکانتینگ داشته باشیم، مدیریت کاربران خودمون، نت داشته باشیم، وایرلس رو کانفیگ کنیم، به کلیه انتظاراتی که شما دارین از یک مدیریت کامل و حرفه‌ای برای شبکه رو ما همه کانفیگش رو به صورت هم گرافیکی، یعنی کلا میشه گفت 99% گرافیکی میشه انجام داد، 95-99% میشه گرافیکی توسط نرم افزار وین باکس که ما روی لپتاپ خودمون روی ویندوز خودمون داریم و اتصال روتر از طریق کابل لن یا کنسول به لپتاپ و سپس باز کردن نرم افزار وین باکس ما میتونیم وارد محیط روتر بشیم و به صورت گرافیکی و همچنین از محیط ترمینالش که داخل خود وین باکسه ما میتونیم اون رو مدیریت و منیجمنت کنیم. و خدمت شما بگم برای دیدن روتر بورد های میکروتیک میتونید به این وبسایت routerboard.com مراجعه کنید و انواع محصولات جدید میکروتیک از آنتن هاش که توی بحث وایرلس بعدا به شما خواهیم گفت توی MTCWE ما اینا رو به شما آموزش خواهیم داد و روتر بورد هاش هست، اینجا تصویر روتر بورد ها رو شما مشاهده میکنید. و برای روتر بورد ها هم یه نکته به شما بگیم که اینجا مثلا زده روتر بورد 951 UI و بقیه. خب این یعنی چی؟ برای تفهیم یا اینکه متوجه بشیم که روتر ما چه امکاناتی رو به ما میده از روی مدلش ما میتونیم به این شکل اینو متوجه بشیم. روتر بورد که روتر بورده، 9 یعنی نسل روتر بورد، نسل نهم. 5 اینجا یعنی تعداد فس اترنت هاش، پورت های لنش، یعنی 5 تا داره. و 1 هم یعنی یک کارت وایرلس روی این روتر بورد ما موجوده. و U هم یعنی USB ساپورت، از USB پشتیبانی میکنه که اینجا میبینید. و بقیه هم مفاهیم خودشون رو دارن که شما وقتی کلیک کنید روش روی Read More کامل به شما میگه که این چه مشخصاتی رو داره. مثلا 2 اینجا یعنی روی فرکانس 2 کار میکنه، 2-4. اگه 5 باشه روی فرکانس 5 و اگه 5-2 باشه یعنی روی فرکانس هم 5 و هم 2 این میتونه کار کنه. خب پس از وبسایت خود روتر بورد شما میتونید انواع محصولات میکروتیک رو همراه با قیمتشون ببینید و تو سایت خود میکروتیک هم اگه برید یا ویکی میکروتیک، ویکی میکروتیک کاملا مباحثش اینجا هست به صورت انگلیسی در دسترس، از روتر بورد و روتر او اس و یوزر منیجر و یا انجمنش که معمولا ویکی یه منبع خوبیه برای آموزش و که میشه ازش به خوبی استفاده کرد. مثلا اینجا اگه ما نگاه کنیم همین مباحثی رو که ما داریم برای ابزارهای مدیریتیشو گفته، از طریق کنسول، از طریق وین باکس که روی ویندوز ما هست، از طریق وب فیک که اینترفیس ما روی اینترنت هست، ما از طریق آی پی میتونیم
از اینترنت متصل بشیم و کانفیگ خودمون رو انجام بدیم. مواس تیشات، ابزارهای تیشات، یا توی ورژن جدید ما میتونیم ببینیم چه چیزهایی هست، یا لایسنس های، حالا که لایسنس ها رو دیدیم، این هم خدمت شما بگم که میکروتیک برای استفاده از دیوایس هاش ما باید لایسنس داشته باشیم. لایسنس های میکروتیک هم در 6 تا سطح که معمولا از سطح های 3 و 4 به بعد، از لول 3 و 4 به بعد استفاده میشه، چون دو لول اول که اصلا دموه که یک روز هم بیشتر فعال نیست و امکانات کمی رو داره. ما روی هر دیوایس سخت افزاری میکروتیک فقط میتونیم یک لایسنس باید براش داشته باشیم که اون لایسنس مادام العمره، ولی از اون لایسنس در دیوایس دیگه نمیشه استفاده کرد. به عنوان مثال توی لایسنس سطح 4 که معمولا از این سطح به بعد استفاده میشه، یا از سطح حتی 3 هم استفاده میشه، چون دوتای اول که کاربردی نداره. مثلا توی لایسنس سطح 4 قیمتش 45 دلاره که به قیمت الان ایران هولوش 150 تا 200 تومن یا بیشتر. میگید که توی این لایسنس رو که شما داشته باشید میتونید اکسس پوینت بشید از طریق وایرلس. این امکان رو دارید روی روتر او اس. امکانات بریج و پروتکل های روتینگ و مثل ریپ، اینا رو شما توی لول 4 به بعد دارین. ای او آی پی رو دارین، پی پی او ای و ال تو تی پی و همه تانل های به حساب وی پی ان. رادیوس میتونید داشته باشید، ویلن میتونید به تعداد نامحدود ببندید. یا اینا رو میگم، خیلی چیزا رو ما باید بیایم از تو خود ویکی میکروتیک نگاه کنیم، چون همیشه مرجع رسمی خود میکروتیک. از انواع آموزش های میکروتیک و انواع در چیزی که ما نیاز داریم، آموزش های کامل میکروتیک اینجا هست که ما هم تقریبا سورس اصلی خود ما هم همین قسمته. ما بیشتر آموزش های خودمون رو از روی این دنبال میکنیم و شما رو هم با ویکی میکروتیک آشنا میکنیم و با هم مثال هایی رو یا آموزش هایی رو از اینجا خواهیم دید. و در حال یا خود وفیگ کانفیگ رو انجام خواهیم داد، یا اگه روتر در دسترس بود روی روتر، و یه جوری کار میکنیم که انشالله MTCNA رو کامل با هم فرا بگیریم، چون که پیش نیاز تمامی دوره ها و مدارک میکروتیک MTCNA است. همونطور که تو شکل اینجا مشاهده میکنید، MTCNA اولین مدرک میکروتیکه، بعد پیش نیازش MTCNA است. بعد شما میتونید هر کدوم از این 4 تا مدرک اینجا رو بگیرید، از این سرتیفیکیت های اینجا شما میتونید هر کدوم رو بگیرید، که مثلا MTCVE برای وایرلس هست که ما حتما آموزش بعدی ما این خواهد بود، RE برای بحث های روتینگ هست، TCE باز برای بحث های کنترل ترافیک و مانیتورینگ، UME هم برای یوزر منیجمنت، و مدرک دیگه هم وجود داره که ما باز پیش نیازش رو میبینیم به این شکل باید رعایت بشه، که سرفصل های این مدارک هم توی سایت رسمی خود میکروتیک موجوده. همین رو شما باز کنید در سایت میکروتیک توی بخش ترینینگش، کلیه مباحثش، سرفصل های هر مدرکش موجوده. میتونید اگه علاقه دارید همه رو مشاهده کنید، و یا با ما طبق سرفصل رسمی میکروتیک در MTCNA همراه باشید. خب ادامه مباحث ما در قسمت های آتی و بعدی ارائه خواهد شد، که تقریبا سعی میکنیم هر شب بتونیم یک قسمت رو تدوین کنیم و خدمت شما تقدیم کنیم. اگه سوالی داشته باشید از وبسایت mihandler.net میتونید با ما در تماس باشید. خدا نگهدار.